زندگی بعدیش، یعنی اون کسی که زندگی نباتی داره، این سوال پیش میاد که این کالبد ذهنیش تو چه جایگاهی قرار میگیره. بله. مریضی که مثلا قلب داره، تنفس داره، ولی سلولای مغزش از کار افتاده از نظر بحث سلول مغزی، باز خدمت نه سلولا، حالا همون برینددی که مثلا مد نظر ما درمانی ها هست. بله. چون مریض ما هستش الان، حتی میبرن اهدا اعضا میکنن، مثلا یه مریض جوون ضرب مغزی شده، همه جای بدنش سالمه ولی مغزش از کار افتاده. حالا من میخوام ببینم از نظر بحث کالبد ذهنی و کالبد روحی که حالا مد نظر شما هست، جایگاه این کالبدا کجاست؟ بله، بفرمایید. به هر علتی سیستم بدن ما نتونه نیروی حیات رو، نیروی حیات ما به اصطلاح یک نیروی کلی است، ما میگیریم این نیروی حیات باید جاری بشه. و اگر نیروی حیات رو ما بتونیم بگیریم، سیستم الکتریک بدن ما کار خواهد کرد. یعنی تا زمانی که نیروی حیات دریافت میشه، یکی از اون چیزهای دور ما همون حوزه است که شما دور شیش دیدین، این حوزه داره چیکار میکنه؟ داره کار میکنه. تا اون داره کار میکنه، جریان الکتریک بدن ما که یک کارخونه است که به برق، جریان برق نیاز داره، وقتی که اون داره چیز میکنه، مغزم داره توزیع میکنه، لذا قلبم داره جریان برق رو میگیره، پمپاژ میکنه، بقیه عروق و همه اینا دارن جریان برق رو میگیرن تا کارهای لازمه رو انجام میدن و این تبدیل نیروی حیات امکان پذیره. تا زمانی که این سیستم قادر نیروی حیات رو بگیره، نیروی حیات رو بگیره، اون جریان الکتریک به اصطلاح اون جریان ژنراتوری برقراره. هر اگر به اصطلاح بدن بتونه اون نیروی الکتریکی ایجاد شده رو مصرف کنه، زندگی ادامه داره. به معنی اینکه نتونه، این جدا شدن انجام میشه. میخواد طرف رو بگن زندگی نباتی قطعش کنن، میخواد که به هر علت دیگه، یعنی این وقتی جدا بشه میره اون سمت به زندگی ادامه میده. نو و علت ماجرا تأثیری نداره و هنوز وصله. توجه بفرمایید. هنوز فرد متصله، کالبد ذهنیش نرفته اونجا. کالبد ذهنیش فقط، کالبد ذهنیش نمیتونه ارتباط برقرار کنه. مثلا در یک فرد آلزایمری، چرا راه دور بریم، یه فرد آلزایمری ذهنش هست، بدنش هم هست، زندگیش هم هست، قلبش و تنفسش و اینا هست، اما مغز رسوب تشکیل شده و نمیتونه کار به اصطلاح این گیرندگی فرستندگی رو نمیتونه انجام بده. درست شد؟ نمیتونه گیرندگی و فرستندگیش رو انجام بده. مثال آلزایمری مثال خیلی خوبی از این قضیه است. این سر جاشه، این هم سر جاشه، اینا از هم جدان. خب اینا از هم جدا و منفک دارن ادامه میدن و این ممکنه 10 سال هم در حالت آلزایمر، 15 سال، 20 سال هم در این حالت وجود داشته باشه. وقتی هم جدا شدن، این میره دنبال کار خودش، این هم میره دنبال کار خودش و تمام شد. حالا میخواد که به این شکل باشه یا میخواد به اون صورتی که شما فهمیدید.